رئیس جمهوری و نخست وزیر موقت اوکراین پارلمان کشور را تشویق کردند هرچه سریعتر قانون اساسی جدیدی را تصویب کنند. قانون اساسی که اتحاد کشور را حفظ و ناآرامی در شرق را پایان دهد. یکی از موضوعهای اصلی بست دادن حاکمیت منطقه است. بدون آن ما نخواهیم توانست از سلطه گرایی و خودکامگی رها شویم. نخست وزیر از نمایندگان مردم خواست این کار را تا قبل از 4 خرداد روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام دهند. به گفته این دو مقام در قانون اساسی جدید تاکید بر اوکراین به عنوان یک کشور اروپایی است. یکی دیگر از موارد به رسمیت شناختن زبان روسی است و این جهت رضایت جدایی طلبان است. جدایی طلبانی که گفته می شود قصد ترور شهردار دومین شهر بزرگ کشور را داشتند. سه‌شنبه شهردار یهودی شهر خارکوف برای معالجه به اسرائیل منتقل شد. هنگام ورزش صبحگاهی به سمت او شلیک شده بود که به سرش اصابت کرد. امروز ساختمان شهرداری لوهانسک نیز به اشغال طرفداران روسیه درآمد. به نظر می‌رسد دولت مرکزی کنترلی بر پلیس ندارد، زیرا آنها سعی نکردند جلوی نقابداران اونیفرم پوش را بگیرند. وزیر امور خارجه اوکراین خبر داد که رئیس هیئت ناظران سازمان همکاری و امنیت در اروپا به شهرستان اسلاویانسک می‌رود تا شاید بتواند آزادی مأمورین خود را تضمین کند. و معاون وزیر امور خارجه اوکراین که برای جلسه‌ای منطقه‌ای در پایتخت مجارستان است به خبرگزاری رویترز گفته است با توجه به حوادث روزهای اخیر زیاد به وضعیت در شرق کشورش خوشبین نیست، اما میگوید هنوز فرصت برای گفتگوی دیپلماتیک با روسیه وجود دارد. از طرف دیگر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو سرگرم اطمینان دادن به کشورهای همسایه اوکراین در مورد امنیتشان است. ناتو در این حال میگوید نشانه ای از عقب نشینی نیروهای روسیه از مرز اوکراین دیده نمی شود. دوشنبه وزیر دفاع روسیه به همتای آمریکایی خود گفت مسکو قصد اشغال اوکراین را ندارد و نیروهایش را به پایگاه دائمی خود بازگردانده، اما ناتو میگوید هنوز چنین چیزی را نمیتواند تایید کند. گیتا آریان، صدای آمریکا.